خب در عین همه حرفایی که الان ما میزنیم قانون اساسی ما یکی از قانونهای اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهانه یعنی میتونیم ما بهش ببالیم حالا از همون سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده حالا مخصوصا در اون جاهایی که راجع به حقوق ملت آمده تو فصل سه خیلی قوانین روشن و اصول واضح و روشن و مدرن و چیزی است که میشه درش آورد در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن حالا ممکنه یه گوشه ایشم یه ایرادی نقصی داشته باشه بعدها باید اسلام بشه قانون اساسی قانون اساسی بسیار خوبی هست متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست حالا درست پیشبینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی رو تفسیر بکنه اما حالا قبل از اینکه به تفسیر ما برسیم برداشت و فهم خیلی مهمه که از این قانون اساسی ما چه برداشتی داریم چه فهمی داریم حتی ارکان حکومت یعنی دولت یعنی مجلس یعنی قوه قضاییه اینا هم فهمشون مشترک نیست مثل هم نمی اندیشن گایی تو مسائل حتی مهم ممکنه اختلاف نظر باشه گاهی وقتا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم خب این برداشت ناقص از قانون اساسی اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها ولی به عنوان نظارت ما نداریم اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوره رئیس جمهور نظارت میکنه بر کار وزیر رئیس جمهور اختلاف دو وزیر رو حل میکنه هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بوده رئیس جمهوره جایی نداریم بر کار وزیر مجلس نظارت بکنه مجلس این کلمه نیست در قانون اساسی بله مجلس یه جایی سوال داره میتونه سوال بکنه مجلس یه زمانی استیزاه نیاز داره میتونه استیزاه بکنه تحقیق و تفحصی نیاز داره اگر نظارت به این مفاهیم بگیریم ممکنه ولی کلمه نظارت نه که مجلس بر کار دولت نظارت بکنه هم چیزی ما نداریم اصلا خب حالا میخوام بگم که فهم ما و استنباط ما هم عین هم نیست اینکه برنامه رو برای دولت کی باید بنویسه حالا در زمان رژیم گذشته تو قانون اساسی رژیم گذشته برنامه نمیدونم پنج ساله مینوشتن اون وقت یه مقررات اون وقت بوده بعد که این قانون اساسی آمده طبق این قانون اساسی برنامه بوده رئیس جمهوره تو اصل سی و چهار، اصل صد و, سی و چهار قانون اساسی به سراحت آمده که ختمش و برنامه بوده رئیس جمهوره خب اگه برنامه و ختمش بوده رئیس جمهوره دیگه دی... ما چند دفعه برنامه تعیین میکنیم یه دفعه رئیس جمهور یه برنامه تعیین میکنه اون موقعی که میخواد انتخاب بشه تو انتخابات میاد اون برنامه رو ارائه میکنه به مردم تو مصاحبه میگه تو اجتماعات میگه منتشر میکنه مردم میخونن بر مبنای اون برنامه هم قاعدتا به اون رئیس جمهور رأی میدن رئیس جمهور میگه من برنامه‌ام اینه این یه بار یه بار دیگه وقتی میره مجلس وزراش معرفی میکنه برنامه رو میده به مجلس و مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و به وزرا رأی میده اینم یه بار دوم بار سوم هم که اصل 134 میگه ختمش و برنامه بوده رئیس جمهوره اینم که سه دفعه یه بار دیگه باز مجلس برنامه پنج ساله تصویب میکنه و ابلاغ میکنه اصلا درک و فهم این که این گونه مسائل چگونه باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهمه که اساتید حقوقی ما و حقوقدانهای ما بر مبنای این قانون اساسی فعلا بر مبنای این قانون اساسی یه مقداری روی این مواردی که موارد اختلاف نظر هست خود فکر کنن، نظر بدن، بحث کنن تو روزنامه ها، تو رادیو تلویزیون شکال نداره اینا بحث بشه، کم کم پخته بشه به یک اجماع نظر ما برسیم در این مسائل